فصل برداشت پنبه است و دهقانان این گونه به سراغ جمع‌آوری حاصلاتشان رفتند. در ساعات نزدیک به شهر فراه و برخی ولسوالی‌های این ولایت کشت پنبه رونق گرفته است. دهقانان به این باورند که پنبه در بازار ارزش زیاد دارد و حاصلات آن می‌تواند برای آنها مفاد بیشتر داشته باشد. هرچند که اکثر دهقانان در این ولایت مصروف کشت گلخانه‌ای هستند تا جایی که سالانه دو فصل بادرنگ کشت می‌کنند. کشت پنبه که در فراه نتیجه خوب داده و در زمانهای قدیم اینجا هم پنبه زیاد کشت میشده به سالی های پیشتر دیگه، حالی هم مردم پس رجوع کرده چون قیمت ها از اونا مناسب شده. پنبه که کشت خوبه، جایگزین مواد مخدر میتونه باشه و در بعد از او پنبه که سالانه یک دفعه کشت میشه و دیگه این کشت که در حدود 5 ماه تا 6 ماه طول میکشت تا برداشت کامل شد. طی سالهای اخیر بیشتر دهقانان این ولایت به کشتهای گلخانه‌ای روی آوردن. در این خانه های سبز بیشتر بادنجان، رومی و بادرنگ کشت میشود. اما این سبزیجات بازار خوبی ندارد و دهقانان نمیتوانند مصارف و خرج زندگی خود را تامین کنند. بنان حالا کم کم کشاورزان فراهی به کشت پنبه روی آوردن. پنبه دانه هم جور میشه، پنبه دانه باید بیدن که یا روغن هم گرفته میشه از خودم و پنبه دانی که هسته باز کنجاره هم جور میشه که کنجاره بر ایوانات بر گودریا هم به فروش میرسه، یک فایده نیست، 3-4 فایده میرسد که خود پنبه هم بر توشک و خونه گرفته میشه و بر گودری هم استفاده میشه کنجاره. کشت پنبه مصارف کافی نیاز دارد. دهقانان میگویند اگر دولت به ارتباط کد کیمیاوی آنها را کمک کند میتوانند زمینهای بیشتری را کشت کنند. ریاست زراعت و مالداری فراه میگوید در نظر دارد تا بازار مناسب برای فراورده‌های زراعتی ایجاد کند. مور ان شاء الله په پلای کلو رو د ګلخرو د بدروګو یا د حاصلات پر د بازار جوړول د پر ان شاء الله د پلان لرو هغو کار بو سوسو ګشته کړی د وسو په پلای کې ستای ان شاء الله اراده لرو چې د ګلخرو او د بدروګو د پر یا د وسو زیات د پر یو مارکیټ جوړ کړو ان شاء الله دا په خیر اده لرو. دهقانان در این ولایت اوایل بهار پنبه کشت می کنند و تقریبا 7 ماه زمان می برد تا حاصلات آن به دست می آید. بیشتر زمین های نزدیک به شهر و ولسوالی پشت رود فراه پنبه کشت شده است.